نتیجه یک تحقیق در کالج سلطنتی لندن نشان می‌دهد که ویدیو گیم‌های آواتار می‌تواند به فرایند درمان بیماران اسکیزوفرنیک کمک کند. 60-70% بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دچار توهم شنوایی هستند و در جریان این پژوهش روانپزشکان با همکاری بیماران توانستند با بازپخش اوهام آزاردهنده و گاه خطرناک شنوایی از زبان شخصیت‌های علمی تخیلی آواتار عود نشانه های اسکیزوفرنی را کنترل کنند. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست. خانم دکتر، درباره روش و یافته های تحقیق در ابتدا همیشه از شما سوال کنیم. همونطور که اشاره هم کردیم، بیشتر از نیمی از بیماران اسکیزوفرنیک توهم شنوایی آزاردهنده، ترسناک و گاهی اوقات خطرناک دارن. اونها رو به کارهای دعوت میکنه و در واقع به سمت کارهای میرونه که براشون ممکن خطرناک باشه. و بسیاری از این افراد در دوره‌ای که بیماریشون فروکش میکنه، نسبت به غیر واقعی بودن اون تجربه و اون صدا آگاهن، اما در دوره عود بیماری نمیتونن کنترل کنن این وضعیت رو. تجربه های خام و مطالعه نشده قبلا وجود داشت تو بخش های روانی که متوجه شده بودن این افراد، کسانی که این توهم شنوایی رو دارن، پیام هایی رو که از طریق تلویزیون یا بازی های کامپیوتری میگیرن موجب تغییراتی در حالتشون میشه. به همین دلیل پژوهشگران کینگز کالج لندن، کالج سلطنتی، تصمیم گرفتن یک گروه از بیماران اسکیزوفرنیک رو از این طریق مطالعه کنن. 150 نفر رو به دو گروه تقسیم کردن. 150 نفر علاوه بر اینکه تشخیصشون با ICD-10 در واقع تشخیص استاندارد اسکیزوفرنی تایید شده بود، 12 ماه بود که به رغم درمان توهم شنوایی پایدار داشتن. یک گروه، نصف این افراد رو بهشون مشاوره و درمان در واقع دارویی معمول رو دادن، یک گروه رو با از طریق آواتار درمان کردن و متوجه شدن که شدت علائم به سرعت بعد از 12 هفته در این افرادی که آواتار رو روشون تجربه کردن کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ادامه داره. و این شدت که میگم کاهش پیدا میکنه، سیرش هم جالب بود. شخصیت موهومی که اون طرف داره باهاشون حرف میزنه به تدریج رفتارش دوستانه میشد و کم کم قدرت رو به اونها واگذار میکرد. حالا خانم دکتر، علت و نحوه اثرگذاری ویدیو گیم، حالا مخصوصا آواتار، بر کنترل توهم شنوایی چی است؟ شخصیت های آواتار شخصیت های در واقع با شدت و ضعف قدرت و در واقع درمانگر با بیمار همکاری میکنه. در اینجا راجع به موضوع تصمیم میگیرن، راجع به پیامی که اون توهم شنوایی میده اون صدا رو تصمیم میگیرن که چی باید بگه و صدای درمانگر جای صدای بازیگران ویدیو گیم قرار میگیره. نتیجهش این میشه که در واقع اون حالت ناخوشایند درونی تجربه شده تبدیل به یه واقعیت بیرونی میشه. شخصیت، یعنی از درون خود فرد، و فرد متوجه میشه که اسیر اون نیست و منتقل میشه به دیگری و قابل کنترل میشه پیامش، چون راجع به موضوعش تصمیم میگیرن و نتیجتا وقتی قابل کنترل شد، امکان نادیده گرفته شدن موضوع آزاردهنده و ناخوشایند خیلی بیشتر میشه. اثر بخشی بیشتری هم داره به نسبت روش های معمول. ببین، آره، اثر بخشش در واقع اصلا شروع شده در این تحقیق روی کسانی که نتونسته بودن با دارو و مشاوره کنترل کنن توهم شنواییشون رو. پس اثر بخشی متوجه شدن که اثر بخشی تغییر شخصیت ها در آواتار و موجودیت بخشیدن به یک صدا که از خارج میاد در درمان بیمارانی که این توهم شنوایی رو دارن بسیار کمک کنند است. بازم تاکید میکنم این توهم شنوایی در بعضی موارد در بعضی بیماران میتونه خطرناک باشه، چون میتونه به اونها دستور بده که خودتو پرت کنن پشت اون، میتونه به اونها دستور بده که به دیگری آسیب برسون. به همین دلیل در مورد این بیماران توصیه میشه که حتما در مراکز روانی تحت بستری و با حضور روانپزشک متخصص با تجربه از این امکان استفاده کنن. ممنون از شما خانم دکتر شیده رضایی.